بسم الله الرحمن الرحیم. من نیلوفر رسولی هستم از ولایت غزنی ولسوالی جاغوری، فعلا کابل سکونت دارم. ما تقریبا حدود 3 یا 4 سال میشه که در بخش هنر فعالیت دارم و خودم نقاشی رو پیش دوستیم که نقاشی رو کشیده فاطمه زاهدپور فرا گرفتم. تقریبا در کارگاه در حدود 2 سال میشه که در جاهای مختلف درس دادیم امرای فاطمه زاهدپور، که تقریبا حدود 2 سال میشه که در جاهای مختلف درس دادیم و پیش از هم در یک کارگاه بالا بودیم که در نام هنر سفید است، اونجا درس میدادیم و به خاطر بعضی از گرفتاری های نمایشگاه اینا که بودن آل درس نمیدیم. این گالری هم که میبینین، این کارگاه هم از دوستای ما است که ما یک گروه هستیم، در نام گروه ما در نام گروه هنرنما است. این تابلوها را که میبینین یکی از هنرمندان انسان دوست، مدیل، بازیگر و به نام جان کینسوگ است، از کره جنوبی است که به نام مردمی را به نام شاهزاده آسیا میگن، پرنس جان کینسوگ، و خیلی یک شخصیت انسان دوست است. ما تقریبا دو نیم سال بالاتر از این کار کردیم و حالا هم به جای رسته که میخوایم یک نمایشگاه بگیریم. ما این را نقاشی کردیم از خاطری که واقعا یک الگو قرار دادیم در زندگی خود، چون یک شخصیت واقعا خوبی است. ببینین وقتی که از 5 سالگی به بعد تا سال 35 سال است، اینقدر پیشرفت کرده. پرنس جان کینسوگ یکی از شخصیت های معروف انسان دوست است از کره جنوبی. و واقعا یک زو هنرمند است که زو ارزش میده به طرفدارای خود. ما هم این هدف موازی نکارای مو که میبینین، هدف موازی است که ما میخواییم که حرف دل ما از طریق هنر بیان کنیم، علاقمندی ما از طریق هنر بیان کنیم، آزادی بیان از طریق هنر بیان کنیم. ما هم هنرمندان افغانستان را واقعا دوست داریم و برشان ارزش قائل هستیم، اونا را واقعا دوست داریم، ولی یک کلشان را دوست داریم. این نیست که دوست نداشته باشیم، ولی یک علاقمندی است که مثلا به هر کس در دنیا مثلا یک علاقمندی خاصی داره، مثلا که حالا به مردم علاقمندی میسی، رونالدو اینا است، و ما هم این قسم علاقمندی به جان کینسوگ داریم. ما در حدود 2 سال 2 2.5 سالی که بالای طرح از جان کینسوگ کار کردیم، واقعا مشکلات های زیادی را دیدیم. بعضی اینا میگفتن که واقعا این اصلا چی هست که تو مثلا این را میکشی. خیلی واقعا در 2 سالی که کار کردیم خیلی مشکلات های زیادی را دیدیم، مثلا در بخش اقتصادی و مشکلات اقتصادی و اینایشی، در بخشی که مردم میگفتن که مثلا یک هنرمند خارجی هست که تو مثلا چرا این را میکشی، چرا وقت خود هدر میدی بر ازی، ای خو اصلا ارزش نداره. این چیزا میگفتن، این مشکلات هایی بود که واقعا رفتیم به خاطر نمایشگاه هم خیلی جای رفتیم، میخواستیم پیش از این کارا نمایشگاه بگیریم که نشد. تقریبا یک ماه میشه که دنبال از هستیم که یک نمایشگاه بگیریم، ولی پیش هر کس که موریم مثلا اونا میگن که یا که نمیشه یا که کار خوب نیست، شما چرا این کارو میکنین. این نقاشی ها کسته تقریبا با خودکار کار شده، پنسلی، زغالی، رنگ روغن، آب رنگ، خلاصه با هر چیزی کار شده. ما نقاشی داریم بالای شیشه، بازرگ اینا کار شده که اونا را در روز نمایشگاه انشالله افتتاح میکنیم. این تابلوها را که میبینین اینا شکست پیش از قرنطین کار شده. این تابلوهای جدید ما هست که در قرنطین و دمی چند روز کار کردیم. ما در حدود 100 یا 100 بیشتر تابلو داریم که آماده نمایشگاه است. این تابلوی است که ما اولین بار کار کردم. اولین باری که کار کردم اصلا او را نمیشناختم. ما پیش استاد فاطمه که حالا با هم کم کار شدیم، تابلوها را کشتیم، واقعا نمیفهمم چی رقم بگویم، اولین مدلی بود که استاد فاطمه چاپ کرده آورده که بالای ما که را شما کار کنین. مثلا وقت جان کینسوگ نمیشناختم. ما اون مثلا اینی مدل بود، این مدلی که جاکت سرخ داره، من او را کار کردم. بعدش واقعا نمیفهمم، بعدش یک سریالی بود در یکی از چنل های تلویزیونی پخش میشد به نام تو زیبایی، او را که دیدیم واقعا ما و استاد که استادم بهترین دوست ما هم است علاقمند شدیم و همیشه او را دنبال میکردیم. همین شد که باعث شد که ما دنبال زندگی نامش و اینایشی بریم تا یکی رسید به یکقدر موضوع. وقتی که ما این را کار میکردم وضعیت اقتصادی من خوب نیست که مثلا هزینه اینا را پرداخت کنم. بازم ما اینا را خود من که مثلا کار کردم با استاد در کارگاه اینا خودم پیدا میکردم، با همراه استاد که کار میکردم هزینه اینا را پیدا کردیم و
و واقعا خیلی سخت بود تا اینکه مثلا ما اینا را بر تابلو و کاغذ و رنگ و چیزای شعر کار کردیم. بنابراین هم که اقتصاد خوبی نداره، بازم ازشان خیلی قدردانی میکنم از اینکه در این کار حداقل حمایت مالی نتونستن، حمایت معنوی کردن، واقعا حمایت کردن مرا. ما میخوایم هدف ما از این کار مویی است که ما میخوایم که آزادی بیان خرا بیان کنیم. و دیگه ای که با امید روزی که جان کینسوگ را از نزدیک ببینیم و تابلوهایی را که به مدت 2 سال یا 2.5 سال زحمت کشتیم به دست خودشان تقدیم کنیم. ما فاطمه زاهدپور هستم، فعلا در از ولایت غور، فعلا در کابل سکونت دارم و فعلا شاید در مدت 7 سال الی 6 سال میشه که در بخش هنر فعالیت دارم. 2 سال خودم هنر مثلا یاد گرفتم پیش استاد عارف بهادری، بعدش هم که شاید الان 4 سال میشه که درس میدم در جاهای مختلف، در کارگاه های مختلف، مکاتب خصوصی. فعلا هم که یک گالری به نام درجه هنرنماست که یک از شریکای این گالری هستم و این گالری رو با دوستایم اینا تاسیس کردیم. امسال گروهی دارم به نام گروه هنرنما، بیشتر از دوستا و هنر دوستا و همه کسایی که در بخش هنر کار مونده با هم جمع شدیم گروه رو ساختیم. همه اعضای گروه هستن اینجا کار مونده، کارهای هنری انجام میدن، در بخش هنر نقاشی آموزش میدیم از ابتدایی الی عالی. اینجا که تازه که در حدود 15-16 دانه شاگرد هسته که از قشر دختر هسته. خب اینجا یک فضای هنری هسته، نمیشه از زور و جبر یا اینا کار گرفته شده، طبعا رابطه دوستانه اینا داریم. کنون تابلوهای هست از هنرمند کوریایی به نام پرنس جان کینسوگ. در مدت 2 سال یا 2.5 سال میشه ما و نیلوفر روی این طرح کار کردیم و به خاطر کار کردیم چون میخواستیم یک نوآوری انجام بدیم. اینکه تاول کس فکر نکنم در افغانستان یا هر جای دیگه روی یک هنرمند خاص خارجی یقدر کار کرده باشه یا این طرح انجام داده باشه. میخواستیم یک نوآوری کنیم، ابتکار کنیم و اینکه ما خودمون ما یک هنرمند هستیم. کلا هنرمندا معمولا همه حرفای خود با هنر خود با هنر خود بیان میکنن. نقاشی هم هنر تنها زبان است که هیچ مرزی را نمیشناسه، همه مردم میتونن با زبان هنر بفهمن. بعد ما و نیلوفر هم که هنرمند است نمیخواستیم حرف دل خود یا علاقه خود به این شخصیت از طریق هنر بیان کنیم. به او خاطر تقریبا 2 سال یا 2.5 سال میشه روی تابلوهای خرد و بزرگ با خوب متفاوت است رنگ و سیاه‌سفید یا هر چیزی دیگه با هم کار میکنیم که افغانستان جامعه است که بعضی محدودیت ها رو نسبت به دخترها داره. اولش که مثلا اجازه بیرون رفتن یا اینا خلاصه مشکل است و امنیت مشکلات زیاد بود. مثلا اولش مشکلات مالی بود که ما نمیتونستیم ورقا و بعضی اصلا مکان مناسب برای نقاشی کردن ورقش رنگش اینایش ما تهیه کنیم. ما و نیلوفر هر دوی ما در گالری ها وقتی که درس میدادیم شاگردار که مثلا چیزی که از گالری به دست ما میامد ما رفتیم همین ورقا و چفتی کلن تابلوهای چیزایی که نیاز بود برای کشیده به این تابلوها کلن از طریق ما گالری تهیه میکردیم. کلی که از گالری برای ما به دست ما میامد کلن سرم از اون رو خرج میکردیم. تصمیم و هدف ما اینمی است که اقدر مدت 2 سال که روی این تابلوها کار کردیم یک نمایشگاه برگزار کنیم. این نمایشگاه خودتان گفتین مفهمین که نمایشگاه هزینه خیلی بزرگ را کار داره. مثلا ما اول ما مثلا خیلی مثلا فکر میکردیم که یا انتظار داشتم از وکیل صاحبا یا هر کسی که مثلا در بخش هنر منظور بیای ما رو حمایت کنه که نکردن. یکی از مشکلات ما هم همی بودن. پیش بعضی از مسئولین رفتیم که حمایت نکردن، هزینه خیلی گزافی از ما خواستن که ما 2 نفر 2 تا دختر عمیقه که به تابلو رو به آماده کردیم و آسان هم آماده نکردیم. هزینش هم که خودم الا با الا امینار پیدا کردیم. بعد اونا از هزینه های خیلی گزاف از ما خواست. خب ما در این دا تصمیم موینمی هسته که یک نمایشگاه رو برگزار کنیم. الان حمایت کننده که نداریم. تنها حمایت کننده ما که هسته خانواده ما هسته، فامیل ما هسته که اونا نمیتونه ما را حمایت مالی کنه. و اینکه حمایت معنوی میکنه ازشون خیلی متشکرم. نقاشی هر انسان در زندگی خیلی علاقمندی داره، به یک چیز علاقمند است، به یک چیز استعداد داره. به نظر من انسان وقتی که استعداد خود میشناسه باید دنبالش بره. حتی که مثلا در جامعه مثل افغانستان که نقاش هستن شاید جایگاهی که باید داشته باشه را نداره. درسته
مثلا بازار نداره یا جایگاهی که باید داشته باشه را نداره، ولی بازم علاقمندی به نظرم خیلی مهمتر از هر چیز دیگه است، که انسان باید دنبال چیزایی باشه که علاقمندش است. دوانستان خلاصا نمیشه از طریق نقاشی گفته بعضی که نقاشی مثلا اول وقتی یک نفر خیلی علاقمند نقاشی است خیلی مثلا صدرایش میشن میگه تو نباید هنر فرا بگیر، چون اول هنر نقاشی نان و آب نمیشه برای تو از تو در افغانستان، جایگاهی نداره یا ای که برش توجه نمیشه در افغانستان بازار کار اینو نداره، ولی ای باعث نمیشه که ما کار نکنیم. یا خب ای علاقه ما علاقه مندش هستم و ای برای من فرق نمیده که مثلا بازار کار داره یا نداره. میخوایم گپای خود از طریق هنر خود بیان کنم. من چند ساله که مثلا خودم نقاشی درس دادم یا برای شاگرده آموزش دادم، شاگرده خیلی زیادی میامدن یا حالا نقاشی رو فرا میگرفتن، بعضیشون که خیلی سهل انگاری میکردن کار نمیکردن، یا بعضیشون هم که خیلی خوب کار میکردن الان هم در جاهای رسیده که میتونه یک گالری خودشان پیش ببره. شاگردایی که من خودم از کارشان راضی هستم، کارایشان از تمام از هنرشان از زحمت کشی اینشان راضی هستم، در حدود 40 الی 60 نفر هستن و کارشان خیلی خوب است. تنها چیزی که برای من مهم است اینمی است که من تونستم اینمی قاعده‌ام تربیت کنم، یا اینمی اونزو هنرمنده که به هنر نقاشی علاقمند است. هر انسان در زندگی خود برای آینده خود برنامه هایی داره. یک روزی بتونم برای تمام انسان ها کمک کنم یا حداقل برای تمام هنرمند ها کمک کنم. هنرمند افغانستان اصلا کمک نمیشه. خلاصه خودم هم این روزا رو دیدم که در خیلی جای مثلا برای کمک رفتیم یا به خاطر نمایشگاه یا هر چیزی دیگه، مشکلات مالی، معنوی، اقتصادی یا حالا هر چیزی که بوده منظور مشکل داشته. صلح خب صلح دستاورده ای که مردم افغانستان یا زنه به دست آوردن میخواه محدودش کنه یا از بین ببره یا حالا هر چیزی به نفع از بین ببره، ما او صلح نمیخواهیم. خلاصه ما به کار خود ادامه میدیم، چی طالبا صلح میکنه یا نمیکنه اونه دل خود. خواست ما از هیئت افغانستان که در دوحه به خاطر صلح رفته ایسته که ما یا هر کس دیگه ما کلن من یک دختر خانم هستم و در بیرون کار میکنم و خواستم هم از حیز افغانستان که دوها به خاطر رسول رفته ای است که حقوق زنها رو در نظر بگیره و خلاصه اینجا یک معامله بزرگی انجام ندن که مثلا حقوق زنها رو زیر پا کنه یا تمامی دستاورده هایی که دی چند ده ها زنها به دستاورده اونا رو به نحوی نادیده بگیره. به چیزی که استعداد دارن دوباره همون برن و همه دیگه حالا نقاشی است یا هر هنری دیگه یا هر چیزی، به هر چیزی که علاقه دارن دنبال همو علاقه خود برن. خب پیام بر خانواده است که وقتی که اولادشون در اوقات فراغت یا بیکاری که هستن برشون کوشش کنن که اولاد خود مصروف هنر کنن، هر هنری یا هنر نقاشی یا حالا هر هنری که هست مصروف همون شوه و روی هنر اونو بیشتر کنن، روی استعداد اولاده خود بیشتر کار کنه، استعداده که در هر بخشی که داره حالا هنر باشه یا هر چیزی دیگه. الان هم که زمستان شده بیشتر شاگر مکاتب رخصت شده، کورس‌ها که فعال است، اولاده خود روان کنه به جای ای که در خانه بشینن بیکار یا گیم بزنن یا فیسبوک یا هر چیزی دیگه، روان کنن در کورس‌های آموزشی نقاشی، زبان یا حالا هر چیزی که باشه به یک چیز یاد بگیرن. دنبال استعدادتون باشین و کشور در وضعیت نمیمونه، تغییر میکنه، وضعیت بهتر میشه، صلح میه حتما.